سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. سرخیو اگویرو ستاره سابق بارسلونا از درخشش جود بیلینگام برابر بارسا چندان راضی به نظر نمی رسید. ایدن هازارد ستاره سابق ریال مادرید معتقد است که توپ طلای 2023 باید به میسی برسد. چند هفته پیش مجله فرانسوی فهرست از نامزدهای رقابت برای معتبرترین جایزه تاریخ این بازی را اعلام کرد. توپ طلا معروف‌ترین جایزه انفرادی دنیای فوتبال در طول نزدیک به 7 دهه‌ای که از عمر آن می‌گذرد، فراز و نشیب‌ها و داستان‌های جذاب را پشت سر گذاشته است. طبق اعلام رسانه‌های پرتغالی، کریستیانو رونالدو درخواست مدیران باشگاه النصر برای تمدید قرارداد تا سال 2027 را رد کرده است. باشگاه ریال مادرید به صورت رسمی مصدومیت و دوری دو ماهه اورلین شوامینی هافبک فرانسوی از مستطیل سبز را تایید کرد. یورگن کلوپ سرمربی لیورپول وضعیت لوئیس دیاز را نگران کننده خواند و امیدوار است که حال پدر مادر او خوب باشد. اریک تن هاخ سرمربی منچستر یونایتد معتقد است که اشتباهات و تصمیم‌های نادرست بازیکنان این تیم منجر به شکست آنها شده است. قبل از اینکه بریم به ادامه گزارش، کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان شریک سازید. درخشش جود بیلینگام در ترکیب ریال مادرید حالا به اتفاق عادی و همیشگی برای هواداران این تیم و دیگر فوتبال دوستان تبدیل شده است که هر هفته انتظارش را میکشند. این ستاره انگلیسی از ابتدای فصل و از زمان پوشیدن پیراهن این تیم تا به حال به ناجی ریال مادرید و کالانجلوتی تبدیل شده و در بسیاری از دیدارها با حرکات انفرادی و درخشش قابل توجهش توانسته تیمش را از شرایط سخت نجات دهد و سه امتیاز را برای آنها برمغان بیاورد. او در اولین تجربه اش از بازی برابر بارسا هم به این روند ادامه داد و موفق شد هر دو گل ریال مادرید را در زمین حریف و برابر چشمان حیرت زده هواداران آنها به ثمر برساند تا یک پیروزی شیرین را برای این تیم رقم بزند. این درخشش او واکنش های متفاوت را به دنبال داشت و اکثرا زبان به تحسین این بازیکن گشودند، اما اگویرو که از شکست تیم سابقش چندان خوشحال به نظر نمی رسید نظر متفاوتی داشت. او پس از گل دوم بیلینگام در پخش زنده صفحه اش گفت: می بینید که این پسر به نام بیلینگام تا چه حد خوش شانس است. هرچند دیگر کارشناسان و ستاره های سابق دنیای فوتبال چندان با او موافق نیستند و درخشش بیلینگام در ترکیب ریال مادرید را به دلیل خوش شانسی نمی دانند و بارها استعداد و توانایی های این بازیکن را تحسین کردند. کاماوینگا از زمان حضورش در ریال مادرید خیلی زود توانست خودش را به ترکیب این تیم تحمیل کند و استعدادهایش را در سانتیاگو برنابو به نمایش بگذارد. یکی از ویژگی های خوب این بازیکن این است که توانایی بازی در بسیاری از پست ها که حتی پست تخصصی او نیست را هم دارد و این موضوع در طول دو فصل اخیر بارها و بارها به کمک آنجلوتی آمده است. این ستاره فرانسوی در زمان مصدومیت دیگر بازیکنان این تیم خصوصا در خط دفاعی به کمک ریال مادرید آمده و عملکرد قابل قبول هم در پست دفاعی کناری به نمایش گذاشته، اما بازی در این پست برای خودش هم خیلی خوشایند نیست و ترجیح می دهد در خط میانی حضور داشته باشد. حالا یک نشریه اسپانیایی خبر داده که پرس هم نظر مشابه کاماوینگا را دارد و درباره این موضوع به آنجلوتی هم هشدار داده است که بهتر است از او در خط میانی تیمش استفاده کند. مصدومیت اورلین شوامینی و شکستگی پای او باعث شده که این بازیکن توانایی حضور در میدان حداقل تا دو ماه آینده را نداشته باشد و خواسته پرس از آنجلوتی این است که از کاماوینگا به جای او در خط میانی استفاده کند و دیگر او را در پست غیر تخصصیش به کار نگیرد. با نزدیک شدن به ساعات برگزاری مراسم اهدای جایزه توپ طلا، گمانه‌زنی درباره برنده آن از سوی ستاره‌های سابق و فعلی و فوتبال دوستان بیشتر و بیشتر می‌شود. بسیاری از منابع نزدیک به میسی مدعی شدند که این جایزه به صورت قطعی به او رسیده و برگزار کنندگان این مراسم تصمیم گرفتند که هشتمین توپ طلا را هم به این بازیکن اهدا کنند تا نامش برای همیشه در تاریخ ثبت شود. این در حال است که عده زیاد دیگر هم معتقد هستند که توپ طلا باید به ایرلینگ هالند برسد که فصل گذشته نقش مهمی در فتح سه‌گانه رویایی برای منچستر سیتی داشت و تعداد هم کیلیان امباپه را شایسته دریافت این جایزه میدانند. هازارد در گفتگو با نشریه فرانسوی تلفوت در این باره اظهار داشت: منطقی نیست که توپ طلا را به بهترین بازیکن تاریخ در سالی که توانست قهرمانی در جام جهانی را به دست آورند ندهد. اگر شرایط در فینال جام جهانی فرق میکرد و فرانسه قهرمان میشد، این جایزه باید به کیلیان امباپه میرسید بدون شک 100%. برنده این جایزه ارزشمند قرار است امشب در مراسمی که در شهر پاریس برگزار خواهد شد معرفی شود و انتظار می رود که میسی بار دیگر توپ طلا را با خود به خانه ببرد. نامزدهای اصلی جایزه امسال میسی، کیلیان امباپه، ایرلینگ هالند، کوین دبروینه و رودلی هستند. میسی در صدر فهرست نامزدهای کسب این جایزه قرار گرفت. این بازیکن کهنه‌کار آرزو دارد رکورد را که در تعداد دفعات کسب این جایزه در اختیار دارد تقویت کند. میسی پیش از این در 7 دوره در سالهای 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و 2021 برنده توپ طلا شده بود و این بازیکن اکنون مشتاق کسب هشتمین بار این جایزه است. اگرچه او فصل گذشته با پاریس سن ژرمن عنوان قهرمانی لیگ فرانسه را به دست آورد، اما به نظر نمی رسد که این عنوان برای میسی فرصت رقابت برای توپ طلای 2023 را فراهم کند. این بازیکن یک فرصت ایدئال برای برنده شدن، یعنی معتبرترین جایزه امسال بر اساس دستاورد تاریخی خود با تیم ملی کشورش را دارد. میسی با تیم ملی آرژانتین به عنوان قهرمانی جام جهانی 2022 قطر رسید، سومین قهرمانی در تاریخ این کشور را رقم زد.
این عنوان گم شده در سلسله دستاوردهای فوتبالی مسی بود، زیرا این بازیکن تمام عناوین ممکن را در سطح باشگاهی و کشورش به دست آورد و تنها چیزی که کم داشت قهرمانی در جام جهانی بود. کسب عنوان قهرمانی جهان پس از بس مراتونان 7 گل برای این تیم و نقش برجسته‌ای در نتیجه بازی فینال مقابل تیم فرانسه باعث شده تا گزینه اصلی کسب جایزه باشد. مسی از برگزاری مراسم توپ طلای سال 2022 مجله فرانس فوتبال هفته‌ها قبل از شروع جام جهانی 2022 در زمستان بسیار سود برد و طوری که این مسابقات در ارزیابی جایزه سال 2023 قرار گرفت. ماها پس از قهرمانی در جام جهانی مسی برای دومین فصل متوالی با پاریس سن ژرمن قهرمان لیگ فرانسه شد و سپس با انتقال آزاد به اینتر میامی آمریکا پیوست. مسی در 7 مسابقه‌ای که با این تیم در این تورنمنت انجام داد 10 گل به ثمر رساند و برترین گلزن این دوره و همچنین برنده جایزه بهترین بازیکن شد. مسی به خوبی میداند که حرکت او برای بازی در لیگ آمریکا ممکن است شانس او را برای رقابت برای این جوایز در آینده تضعیف کند، زیرا کانون توجه دائما بر فوتبال اروپا متمرکز است و نه جای دیگر. بنابراین کسب 8مین بار این جایزه در مراسم امشب نقطه اوج مهم در دوره حساس فوتبال او خواهد بود که این بازیکن در سطح عمومی و بین المللی تصمیم برای پایان آن داشته است، به خصوص که هنوز حضور فعال با تیم ملی کشورش دارد. در طول 15 دوره از سال 2007 تا 2022 مسی بجز 2 بار در سالهای 2018 و 2022 همیشه در بین 3 بازیکن برتر جهان حضور داشته است. با نقل از سعودی اسپورت، کریستیانو رونالدو دومین فصل حضورش را در النصر تجربه می کند. این بازیکن پرتغالی در فصل جاری عملکرد خیره کننده ای در النصر داشته است و در 38 سالگی نشان می دهد که همچنان در اوج به سر می برد. رونالدو بهترین و آماده ترین بازیکن فصل جاری لیگ عربستان بوده است. این بازیکن تا سال 2025 با النصر قرارداد دارد و ظاهرا قصد دارد که با پیراهن این تیم از فوتبال خداحافظی کند. باشگاه النصر سخت به دنبال تمدید قرارداد با کریستیانو رونالدو است، اما طبق اعلام رسانه‌های پرتغالی او با سران النصر بر سر مدت تمدید قرارداد به مشکل خورده است. مدیران باشگاه النصر پیشنهاد تمدید قرارداد تا سال 2027 را به کریستیانو رونالدو داده‌اند، اما ایستاره پرتغالی چنین درخواست را رد کرده و می‌خواهد قراردادش را تا سال 2026 تمدید کند و این باعث شده تا فعلا قرارداد او تمدید نشود. کریستیانو رونالدو با وجود آن که 38 سال سن دارد اما همچنان قصد دارد با پیراهن تیم ملی فوتبال پرتغال به میدان برود. او اعلام کرده که قصد حضور در رقابت‌های یورو 2024 و جام جهانی 2026 را دارد. شنبه شب خبر بد به گوش لوئیس دیاز رسید و آن همین بود که پدر و مادر او در کلمبیا توسط مردان مسلح موتورسوار ربوده شدند. البته چند ساعت بعد گزارش شد که مادرش بدون این که جراحت برداشته باشد از آن دردسر رهایی پیدا کرده، اما همچنان خبر از پدر دیاز نیست. به همین خاطر لوئیس دیاز دیدار لیورپول مقابل ناتینگهام فارست در روز یکشنبه را که با پیروزی 3-0 به لیورپول به پایان رسید از دست داد. یورگن کلوپ سرمربی آلمانی لیورپول راجع به این مسئله گفت: خبر نگران کننده ای بود و ما مجبور شدیم یک تغییر در لحظات آخر به خاطر شرایط لوئیس دیاز داشته باشیم. این موضوع برای همه ما نگران کننده است و واقعا شب سخت بود. تا کنون چنین چیزی تجربه نکرده بودم. این تجربه جدید بود که هیچ وقت به آن احتیاج نداشتم. لیورپول نیز در یک بیانیه اعلام کرد. باشگاه لیورپول تایید میکند که شرایط خانوادگی دیاز در کلمبیا باخبر است. امیدواریم که این مسئله در اسرع وقت به خوبی ختم شود. منچستر یونایتد شب گذشته در چارچوب رقابت‌های هفته 10 لیگ برتر انگلیس روبروی منچستر سیتی قرار گرفت و این بازی را با نتیجه 3-0 به این تیم واگذار کرد. شیاطین سرخ در چند هفته اخیر نتایج خوب کسب کرده بودند و هواداران این تیم امید داشتند که بتوانند با کسب پیروزی در این بازی و برابر رقیب همشهری این روند را ادامه دهند و خودشان را به صدر جدول این رقابت‌ها نزدیک کنند. در نهایت این اتفاق رخ نداد و تن هاگ معتقد است که دلیل اصلی این اتفاق عملکرد ضعیف بازیکنان تیمش و اشتباه آنها در اجرای درست و دقیق برنامه بازی که در نظر داشتند بوده است. این مربی هلندی پس از پایان این بازی در گفتگو با اسکای اسپورت اظهار داشت: برنامه بازی ما در نیمه اول بسیار منظم بود و دیدید که بسیار هم موفقیت‌آمیز جواب داد، اما ما در نیمه دوم روی گل دوم مرتکب اشتباهی بد شدیم و تصمیم اشتباهی گرفت که باعث شد نتوانیم توپ را به سرعت پس بگیریم. آنها کنترل بازی را در دست گرفتن، قدرت بیشتر در خط میانی داشتند، توانستند بازی را عوض کنند و بازیکنان ما باز هم در موقعیت اشتباهی قرار داشتند تا آنها بتوانند گلشان را به ثمر برسانند. اما همه چیز روی اشتباه بازیکنان ما شروع شد که برنامه بازی را رعایت نکردیم و در ساختار درستی که داشتیم قرار نگرفتیم. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.